قدر همسرتان را بدانید. اگر گفت مریض است، حقیقت فکر کنید. من خسته از کار به خانه آمدم و دیدم نازی دراز کشیده. گفتم چیزی به خوردن پخته کردی؟ با صدای نرم گفت نتوانستم چیزی درست کنم. گفتم چرا؟ چی شده که نتوانستی غذا بپزی؟ گفت مریض هستم، احساس کسالت دارم و دلم درد میکنه. نمیشه مرا نزد دکتر ببری؟ فقط به خاطر یک دلدردی ساده که کسی پیش دکتر نمیرود. استراحت کن، تا عصر من یک چیز میخورم، حالا زیاد مهم نیست. نان و پنیر خوردم و خوابیدم. عصر بلند شدم، دیدم هنوز هم خوابیدم. گفتم چرا اینقدر میخوابی؟ بلند شو، بدتر میشوی. گفت درد دارم. فکر کردم میخواهد ناز کنه و یا بهانه به خاطر غذا نپختن می آورد. رفتم بیرون، زنگ زدم برای مادرم. گفتم شب بیاین خانه ما به عنوان مهمانی. به نازی نگوید من شما را دعوت کردم. و دیر نگذشت و قریب شام بود. مادرم زنگ خانه را به صدا در آورد و با دو خواهر و یک برادر کوچکتر از من آمدند. نازی با سلام و احوالپرسی گرم از مادرم استقبال کرد و فوراً به من گفت مادرت با اولادها آمده اند و امشب مهمان ما هستند، نمیشه غذا از بیرون بیاوری. گفتم من پول ندارم. گفت اشکال ندارم، غصه نخور، خودم غذا درست میکنم. رفت به آشپزخانه تا شب مشغول بود. بعد هم پذیرایی فوق‌العاده و قشنگی کرد. تا آخر شب با آنها بود و کوشش میکرد خودش را مریض نشان ندهد. وقتی مادرم رفتن، روی تخت خواب افتادم و نازی هم دستش را بر شکمش گذاشته و گفت نمیشه ظرفها را بشوری. خودم را به خواب زدم. صدایش را شنیدم که گفت بیچاره خسته است، خوابیده. اینقدر چشمانم را بستم تا خوابم برد. صبح وقت بلند شدم، دیدم برای رفتنم به کار دیر شدم و از میز صبحانه هم خبری نیست. دیدم به اتاق دیگر خوابیده و قهر کردم و هرچی فحش یاد داشتم دادم. دیدم جوابم را نداد. بدون اینکه چیزی بخورم رفتم سر کار. بعد از کار هم قصدن نرفتم خانه و شب را با دوستانم با خوشگذرانی و خنده گذراندیم و منتظر بودم شاید برایم زنگ بزند و عذرخواهی کند، زیر را بیشتر قهر شدم و فردایش هم بدون این که به خانه بروم رفتم سر کار و شب دیرتر، ساعت 10 شب بود، رفتم خانه. دیدم بوی بدی می آید. همه جا گشتم تا رسیدم به اتاق خواب. بو از نازی بود که گنده شده بود و رم نبوده بود. با عجله زنگ زدم به پلیس و امبولانس محل آمدند و گفتند فوت شدند. و دکتر بعد از معاینه و مشاهده گفت که 36 ساعت پیش آپاندیکس ترکیده و سم کل بدنش را گرفته و فوت شده است. فهمیدم که باعث مرگش خودم بودم و قاتلش من هستم. زار زار میگریستم
و زمین و زمان جا هم نمیداد. ولی نزد پلیس و دکتر چیزی نمیگفت. ای وای، کاش آن روز میبردمش بیمارستان، یا حداقل مادرم را دعوت نمیکردم. کاش اینقدر به فکر پس اندازم نبودم و غذا را از بیرون می آوردم. ای کاش بیشتر از همه یاد داشت روی یخچال من را خراب و بیچاره کرد که خود را تا ابد نمی بخشم. در یاد داشت چنین نوشته بود: عزیزم، صبحانت را در یخچال گذاشتم، مرا بیدار نکن، خستم، آن را خودت گرم کن و بخور. قبل از رفتن به کارت یادت نرود لباس گرمت را در الماری گذاشتم بپوشی، چون هوا سرد است و سرما نخوری. و این چنین بود که من عزیز را از دست دادم.